سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالله از شیراز. آقا عبدالله از شیراز. آقا عبدالله، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر صحبتی دارید بفرمایید. عبدالله جان، برادر عزیز، لطفا صدای گیرنده رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. بفرمایید. آقا عبدالله، سلام علیکم. سلام الله علیکم، بفرمایید. من شیعه هستم، انشاءالله روز قیامت میخوام یقه خداوند بگیرم. الله که چرا علی ابن ابی طالب که تمام پیغمبرا برای رد شدن از طول صلات با حواله از علی ابن ابی طالب بگیرن، بقیه امت همچنین چرا کوچکتر اشاره در کتاب خودش نکرده که من گمراه نشم؟ یک الله. بعد علی ابن ابی طالب که تقسیم کننده بهشت و جهنم هست، چرا کوچکتر اشاره بعد در قرآن خداوند بهش نکرده؟ بعد علی ابن ابی طالب از اولین نزول آیات قرآن بودن همراه پیغمبر، زنده بودن، چرا باز اشاره بهش نشد تا آخری آیه‌ای که نازل شد؟ و همچنین امام حسن و همچنین امام حسین چرا منو در گمراهی قرار دادن که کوچکترین اشاره در کتاب خدا خداوند بهشون نکرد؟ علی ابن ابی طالب که اینقدر بر انبیا افضل هستند. خیلی ممنون، من راهنمایی کنید. تشکر از شما، تشکر از شما، تشکر آقا عبدالله، خدا نگهدارت. ببینید آقا عبدالله عزیز، برادر بزرگوار، این گونه سخنان در مقابل ذات اقدس الهی شرعاً جایز نیست که بگیم که من یقه خداوند رو میگیرم که چرا این کار رو نکرده. ما باید در مقابل ذات اقدس الهی کمال ادب و احترام رو با الله سبحانه و تعالی مراعات بکنیم، و همونطوری که در قرآن کریم میگه که از الله سبحانه و تعالی ما حق نداریم بپرسیم که چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی. اما این که چرا ذکر نکرده با این همه فضایلی که شما ذکر کردید، اینها دروغ هایی است که در کتب شیعه وجود داره و آخوندهای شیعه متاسفانه میان اینها رو در منابر ذکر میکنن برای مردم، و اینها تهمت است، افترا است، دروغ است به ذات اقدس الهی، دروغ میبندن به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. و نه الله به این راضی بوده، نه رسول الله به این راضی بوده، نه مسلمانان واقعی به این راضی بودن. اینا به خاطر اینکه بازار خودشون رو گرم بکنن، به خاطر اینکه شماها رو فریب بدن، این دروغها رو بافتن و در کتابهاشون اضافه کردن. و متاسفانه آقای محمد از یزد میگفت که من این ابن طاووس رو قبول ندارم، این جعلی روایت، دروغه. یعنی ابن طاووس شما از مذهب شیعه بردارید، یعنی یکی از استوانه های دینتون رو برداشتید. همه این کاخ دروغینی که به نام تشیع ساختید فرو میریزه اگر ابن طاووس رو بردارید. اصلا شما نمیشناسید که ابن طاووس کی است در مذهب شیعه. میگه کلینی رو قبول ندارم، حالا گفته تعریف قرآن من قبولش ندارم. نمیدونه که کلینی کیه. کلینی رو برداری یعنی شما همه احادیث صحیح مذهب شیعه رو برداشتید. میگه آقا مجلسی رو قبول ندارم. کی رو قبول دارید؟ این دین را از کجا میگیرید؟ من الان نمونه ای از این غلو و افراد و کفریاتی را که در مجالس آخوندها ذکر میشه را خدمت شما بیان بکنم. آقا عبدالله، شما باید یقه آخوندها رو بگیرید، یقه اینایی که گمراه کردن مردم رو. ببینید که این آخوند رافضی و دوستان ما اسم این رو گذاشتن آخوند سوپر مشرک، چون واقعا در دنیا فکر نکنم از زمان آدم علیه السلام تا الان حتی فرعون و ابو جهل و ابو لهب و امیه و نمرود و همه مشرکین و کفار و ائمه کفری که در طول تاریخ بودن، یعنی اگر کفریات این آخوند رو بشنون شکر الله سبحانه و تعالی رو میکنن که
شاگرد این آخوند نبودن یا عقیده این آخوند رو نداشتن. با همین کلیپ رو ببینیم. خدا یعنی علم، علی یعنی عالم به جمیع اون علم. حالا یک سوال میکنیم، آیا خدا میتونه یه خدای دیگه مثل خودش خلق کنه؟ خدا میتونه یه خدای دیگه مثل خودش خلق کنه، اما خدایی که مخلوق باشه خدا نیست، دیگر میشه مخلوق. دیگه آیش وجود مال خودش نیست، مال خدا اولیه، مال خدای خودمونه. و خدا این کار کرده. علی یعنی همین، حسین یعنی همین، صاحب الزمان یعنی همین، فاطمه زهرا یعنی، و تطهیر یعنی همین. تحرکه یعنی بی عیب. خدا چطور بی عیبه؟ چطور بی نقصه؟ چطور بی جهله؟ چطور بی ضعفه؟ هو قدرت لا ضعف فی، علم لا جهل فی. علی ناخداست، یعنی صفاتش صفات خداست ولی خدا نیست. تصور بکنید این آخوند همون آخوندی است که گفته بود خدا 14 تا خدا مثل خودش آفرید که فرقشون با خدا اینه که اینها خدا نیستن. الان یک کمی پیشرفت کرده، ترقی کرده، میگه خدا مثل خودش خدا آفرید که فرقشون با اون خدای اولیه. دقیقا همون اعتقادی که نصارا دارن در مورد عیسی علیه السلام، در مورد روح القدس. فرق بین این مشرک و بین اونایی که 10 خدا و 12 خدا و مشرکین زمان پیامبر که لات و منات و عزا رو میپرستیدن چیه؟ اونا هم اعتقاد نداشتن که لات و منات و عزا اینا خدا هستن. میگفتن خدای بالا هست، اینها خدایان کوچکی هستن که واسطه بین ما و اون خدای بزرگ هستن. تصور بکنید اگر ابو جهل و ابو لهب حرفای این آخوند رو بشنوه چقدر به این بخنده. آه 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 آه